خدا قوت میگم به همتون. بریم سراغ معرکه سوم. از آقای کرمی دعوت میکنم که روی استیج بیان و محصول جدید شرکت دهکده سریر ایرانیان به اسم کربو تریپ رو بهتون معرفی کنن. لپتاپ باز نمیشه. آره. با پیشرفت هوش مصنوعی و به قولی فناوری، کلاً اکوسیستم سفر تو آینده دچار تغییرات اساسی میشه. یعنی ما بحثی که تو زمینه سفر داریم دیگه از این حالت سنتی و از این هتل هایی که وسط شهر و اینا عملاً خارج میشه و بیشتر به سمت طبیعت میره. یعنی شما فکر بکن ما الان یه منظره خیلی زیبا رو احتمالاً به یه هتل خیلی خوب ترجیح بدیم، مثلا یه کمپینگ توی یه جای خیلی خوب، یا اینکه بریم مثلا وسط طبیعت خودمون لمس کنیم که چه اتفاقایی تو طبیعت میفته. بحثی که ما اساساً روش مانور دادیم بحث مقصد هستش. یعنی ما خدمات مقصد ارائه میدیم و میریم توی لوکیشن های خیلی خاص یک سری خدمات خیلی خاص رو انتخاب میکنیم و با توجه به لوکیشن اینو ارائه میدیم. ما در ادامه مسیرمون اومدیم زوم کردیم رو بحث اگری توریسم. گفتم وقتی که اساساً این علم و فناوری پیشرفت میکنه و هوش مصنوعی میاد جای خیلی از کسب و کارها رو میگیره، ما نیاز داریم که اوقات فراغتمون رو توی جاهایی بگذرونیم متفاوت تر از زندگی روتینمون. ما بحث اگری توریسم رو آوردیم، روش کار کردیم، ولی با یه سری تفاوت‌ها. مهمترین تفاوت ما بحث دیسنترالایز بودن مونه، غیر متمرکز بودن ماست. ما می‌خوایم که این مزارع گردشگری رو، یعنی ما اون بحث کشاورزی که داریم و یک اقتصاد مکمل آموزش بدیم به کشاورزا و بیایم از این ظرفیت‌های گردشگری که مزارعمون داره استفاده بکنیم. عرضم به حضورت که ما مزارع مختلفی داریم، از مزارع گلستان محمدی و مزرعه زعفران و سیب و بقیه چیزا. خب ما خیلی وقتا دیدیم که آفت میزنه، مثلا نمیدونم سرما میزنه، توی سال خیلی سرد میشه، نصف میوار سرما میزنه. سبزی درخته هستش ها، ولی عملا محصولی ما نداریم برداشت کنیم. وقتی ما میگیم اقتصاد مکمل، دقیقا منظورمون همینه که ما بیایم این ظرفیت گردشگری مزارع رو افزایش بدیم و از اون طرف وقتی یه سالی مثلا سرما زد از سبزی اون مزارع استفاده بکنیم، یک کمک خرجی باشه واسه کشاورزان. گردش ما یک پلتفرمی رو آماده کردیم که تو این پلتفرم میتونن برنامه‌ریزی سفر داشته باشن یا اینکه کشاورزا بیان اون مزارع خودشونو بذارن، امکاناتی که دارن رو بذارن، مهمون قبول کنن و ما این مهمونا رو بهشون به قولی متصل میکنیم. این یکی از کارهاییه که ما تو بحث مقصد انجام میدیم. عرضم به حضورتون که ما برنامه ریزی که داریم تو 5 سال، الان مزارع گردشگری نمونه‌ای که تو کشور هستن مثل فارمرز که نزدیک به 2000 هکتار مزرعه توی لرستانه. خب شما فکر کنید الان هر کسی 2000 هکتار
ظرفیت نداره مثلا یا حتی 1000 هکتار یا حتی 500 هکتار و اصلا لازم نیستش این حجم از ظرفیت وجود داشته باشه که یک شرکت بیاد یا یک کشاورز بیاد مزرعه گردشگری را بندازه. ما میگیم آقا مزرعه یک هکتاری گلهای محمدی هم جذابیت داره واسه کشاورز، واسه گردشگرا، ولی به شرط اینکه معرفی بشه، به شرط اینکه اون زیبایی که توی مقاصد هستش نمایش داده بشه. ما گفتم اساس کار ما ارائه خدمات تو مقصد هستش. تصاویر مختلفی که مشاهده میکنید دقیقا گویای اینه، چیزی که ما استفاده کردیم مزار رازیان هستش که خانواده ها میان با این مقاصد اخت میگیرن. ما پیش بینی میکنیم تو 5 سال آینده یک مزار به صورت گردشگری حداقل 20 الی 30 مجموعه رو اضافه کنیم به خودمون و زیر کشتمون رو به 1000 هکتار برسونیم. مهمترین قسمتی هم که ما بعد از این بحث اگری توریسم داریم بسته‌بندی محصولات ارگانیک و فروششون تو بازار هستش. ما این محصولات رو از کشاورزا میگیریم، از کشاورزهایی که خودمون انتخاب کردیم، برنامه کشت دادیم بهشون، محصولاتشون رو میشناسیم چیان، میگیریم با برند خودمون بسته‌بندی میکنیم و میفروشیمشون. ویژگی که ما داریم اینه که ما کشاورزا رو واقعا داریم توانمند میکنیم هم در حوزه گردشگری و هم در حوزه به قولی محصولات با کیفیت و فروش محصولاتشون. چیزی که ما از مزارع گردشگری انتظار داریم یه همچین چیزیه. حالا در طول مثلا یک کشاورزی که 100 هکتار داره به قولی ساختن یک مجموعه این شکلی هزینه آنچنانی واسش نداره، در صورتی که اندازه یک هتل یا اندازه یک بومگردی میتونه درآمد کسب بکنه در کنار مزرعه‌اش. ما یه قسمت مهمتری تو بخش سفرمون داریم، اینه که گردشگران میتونن سفرهای ما رو، مقاصد ما رو تبلیغ بکنن و مشتری بیارن به اون مقاصد و یه پورسانتی هم دریافت کنن. این پورسانت علاوه بر سفر شامل اون محصولات بسته‌بندی و اینایی هم که ما داریم میشه. همه این اتفاقات تو پلتفرم ما هستش، یعنی تمام این مسیری که واسهتون توضیح دادم، از آموزش کشاورزان، جذب بلاگرها، فروش محصولات، برنامه‌ریزی سفر و غیره توی پلتفرم ما هستش و با هماهنگی‌هایی که ما انجام میدیم با مقاصد، مخصوصا مقاصد کشاورزی، گردشگرها رو میبریم اونجا. ما چندین فستیوال هم برگزار کردیم تو 1 سال اخیر، استقبالش خیلی جالب بوده واسه ما. یعنی یکی از فستیوال‌های ما جوری بودش که نزدیک 10,000-15,000 نفر جمعیت داشت میومد که شورای تامین لغوش کرد. ما این مدل رو تقریبا تو MVP که ساختیم تو 1 سال آینده رو چندین بار مورد آزمایش قرار دادیم، جوابای خوبی گرفتیم. حالا ان شاءالله که آینده بیشتر از کربوتریپ ما میشنوید.